یعنی تو یه قدم سه خوانده شد، امشب 12 قدم داریم، قدم 4 هست، هنوز قسمت ترس هستیم و داریم با خودمون چالش میکنیم تا ببینیم چه اتفاقی میفته. و اما موردی که امشب برای من رخ داد، امروز برای من، جمعه ها برای من روزای خاصی میشه، نمیدونم حالا رو چه حساب اینطوریه، ولی به محض اینکه جمعه ها میشه اتفاقات معنوی برای من زیاد میفته و منم طبق عادت اونها رو با شما به اشتراک میذارم و ممنون که من میشنوید. من که معروف است برای شما همه میدونن سر درد هایی دارم و اینا، ولی وقت بود که اوکی بود و موردی نداشت و حل شده بود به قدری به قولی، ولی این سر برزه طبق اصلی که داشتیم برنامه رو ریختم، فکرامو نمیدونم چرا قطع میشه. آره به این نفع شد که من برنامه رو اومد بیرون، نمیدونم چرا روز اینطوری شده و خب سعی میکنم این دیگه قطع شد دوباره وصل شد، فقط با سر داشت اون کار رو انجام میدیم، خیلی کار فوتی خود رفتیم انجام دادیم. علت سردرد من مشخص شد، خیلی جالب بود که من یه سردردی گرفتم برای اینکه زیاد فعالیت نداشتم، دوستان من عذرخواهی میکنم به خاطر قطع شدن، چون جامعه ما باز کردم، حالا تا ببینیم اینجا چطوره. سر این قطعی داره، حالا اون دارم که اینجا مشکلی ایجاد نه
باشه. آمادم حالا جای دیگه نمید. چرا؟ چون بهتره چیزهایی که خیلی راحت به اشتراک میذارم. ترسیدن از انجام نشدن خیلی اتفاقات شما رو ممکنه خیلی عقب بندازه. حتی خواهش میکنم که واقعا با این ترس روبرو بشید، چون بعد از این ترس خوشیه، بعدش لذته، بعدش کلی اتفاقهای دیگه است که متوجه میشی که چقدر مهم بودی که اونجا اکت تو انجام بدی. منظورم از اکت اون فعالیتی است که باید انجام میدادی، چقدر واجب بوده که اون کار انجام بدی و تو متوجه نیستی، نخواهی بود. و بعد که خب به نوعی اون کار رو انجام میدی، حالا به واسطه من، به واسطه سردرد، شما به واسطه اتفاق دیگه ای، فقط اون کار رو انجام میدی و نمیپرسی از خودت که آیا اون کار درسته یا نه، و چیزی رو انجام میدی که خواست اون بوده و هیچ سودی برای تو نداشته رو انجام میدی، متوجه میشی یه اتفاق دیگه ای هم افتاده و اتفاقهای دیگه ای رو هم رقم زده. و چقدر جذاب، چقدر جالب و چقدر زیبا پیش میره اتفاقات. بخشه، مطمئنی که تنها نیستی، مطمئنی که خدای همیشه هست، ولت نکرده. و وقتی زندگیت رو میسپاری دسته، زندگیت قشنگتر میشه، زیباتر میشه، جذابیتش چندین برابر میشه. فکر میکنم اگر تجربهش نکردید، اگر تجربهش کنید، به درک جذابی از زندگی میرسید، بی پرواتر میشید. از خودتون بپرسید چرا من نباید اعتماد کنم بهش؟ چرا باید این وجود مقدس رو کمرنگ ببینم؟ چرا باید کم توجهی کنم بهش؟ چرا باید بگم من میدونم؟ تکنیک استیجی که در قدم دو یاد گرفتید رو انجام بدید. یه لحظه فکر کن، استوب وایسا، فکر کن و بعد ادامه بده. تا زمانی که همه تون نیاید و از این نگید که من چه کارهایی کردم، این قدم چهار در قسمت ترس استوب میشه. باید به من بگید که چه کارهایی کردید. منظورم این نیست که همه دنیا بیان، همین چند نفری که ما باشون هستیم. هارون مثلا اقدامات قشنگی داره انجام میده، نعمت همینطور، مریم، بگیرید و گفتنش قشنگی ارزشمنده و باعث میشه و من فکر کنم که واقعا این قدم ها داره رو شما ها هم تأثیر مثبت خودش رو میذاره. حالا از آقای نعمت میخوام بیاد بگه این هفته چه گذشته، چه شده و برمون صحبت کنه و ما رو سهیم بدون در اتفاقات روزانش میشنویم. بگو برامون. به نام خدا نعمت هم الکلی صدا مون دارید که ثابت باشه تون هست صدا هم هست، چون صدای شما که گاهی قطع وصل میشه جناب، به واضح نیست. حالا آخرش متوجه شدید؟ بله صدا من واضح هست؟ صدای شما واضح واضح بفرم. خب منم توی این هفته که گذشت حقیقتش زیاد سعی کردم مثلا بیشتر رو همین قدم چهار و ترسای خودم کار کنم. مثلا یکی از ترسای من همیشه ترس از اینه که من توی یک کار موفق نشم و من خیلی سعی کردم حالا وارد این کار بشم، وارد این عرصه بشم و با این موضوع روبرو بشم. و همیشه هم من وقتی یک کار رو میخوام شروع کنم، اولش یه ترسی میاد سراغم، میگه شاید نشد، شاید نتونستی، شاید وسط راه نیمه راه شکست خوردی، شاید انواع و اقسام شاید و افکار میاد سراغم. ولی خلاصه با این وجود یعنی دیگه تصمیم قطعی رو میگیرم و پا میذارم تو میدون، تو عرصه، به هر طریق. خلاصه میخوام با اون ترس روبرو بشم و باز یه چیزی ته دلم میگه انشالله که تو موفق میشی، اگه تلاش کنی به اون نتیجه دلخواه میرسی. مرسی از اشتراکت گذاشتی. بچه یه سوال ازتون دارم، آیا برای شما مهمه که نتیجه کی به دستتون میرسه؟
لطفا نظر بدید خانم مریم، اگه موافق هستی مایک رو باز کن با ما صحبت کن، من بشنوم صداتون رو. سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من اصلا صدا رو ندارم خواب، آیه متاسفانه کلاهی متوجه سوالتون نشدم. پرسیدم پرسیدم اگر یه کاری یه کردی کاری و کردی و نه. اصلا صدا ندارم. آیا اون کار رو ادامه میدی؟ یا دنبال این هستی که حتما به نتیجه برسه؟ خب قطعا نتیجهش هم برامون باید مهم باشه دیگه، وقتی یک کاری رو انجام میدیم، درسته؟ خب تکرارش انجام میدم، حالا تکرار میکنم تا به نتیجه برسم. البته این قضیهش فرق میکنه با خدمت کردن ها، چون ما تو خدمت کردن دنبال نتیجه خوب و بدش نیستیم، درسته؟ دنبال مثلا بازخوردها نیستیم تو خدمت کردنمون به دیگران، ولی تو مسائل دیگه، تو هدفهای دیگه، بله خب دنبال نتیجهش هم هستیم دیگه، درسته؟ خانم مریم، من شنیدم چی گفتید. گفتید که در خدمت کردن نتیجه زیاد مهم نیست، ولی من ازتون دارم میپرسم، مگه زندگی عادی از خدمت کردن دوره و جدا از اونه؟ نه، سوال ما من داریم اینه، ما داریم من درست متوجه سوالتون نمیشم، قطع و وصل میشه، خراب صدا، متاسفانه همه متاسفانه اینطوریه، همه اینطوری. چون براتون این براتون این شکلیه. شکلیه. من به من سوال به مطرح سوالی میکنم، مطرح میکنم، مایکتو قطع مایکتو کن قطع خانم کنم. مریم. بچه، من سوال میپرسم، آیا کاری که نتیجهش رو ندونی که خوب یا بده یا کی قراره به نتیجه برسه رو انجام میدید یا نه؟ شما به عنوان 12 قدمی، بحث ترسه دیگه، من اینجا هم نوشتم. خب بله بله خانم مریم، لطفا بگم. خب به نظر من وقتی اونو باور داشته باشم، بله دیگه برام نتیجهش خیلی مهم نیست، وقتی اونو باور داشته باشم. خب خب میکروفونتون رو قطع میکروفونتون کنید، رو قطع آقای کنید. نعمت هم تمام شد. نعمت بیا بالا. بله، من امروزه مهم برای من اون حرکت اون کاره، یعنی من دست تو دست ندارم بشینم که آیا نمیدونم این تهش من به نتیجه میرسم یا نه، به نتیجه دلخواه به دست میاد یا نه. الان چیزی که من تو زندگی تو در از قدم یاد گرفتم حرکته و تو مسیر درسته، دیگه حالا نتیجهش با خدای اون ورش دیگه نمیدونم چی میشه، چه اتفاق میفته، ولی من همیشه باید از یه جا نشستن، از اینی که من بترسم، از این چیزا دیگه باید فاصله بگیرم. من باید یاد بگیرم حرکت کردن و من یاد بگیرم مثبت دیدن و یعنی مهم برای من هم حرکت هست راکت نبودنه. مرسی از نظرتون. بله بله حالا ما در طول هفته میخوایم ببینیم که چند تا از کارهامون رو اینطوری انجام میدیم، نه اینکه دنبال نتیجه نباشی. من یه کاری میکنم، میدونم نتیجهش اینه، ولی و میدونم یه کاری ما میکنیم، میدونم سود خیلی ها رو در بر میگیره،
اونو چرا انجام نمیدم؟ در طول هفته از این به بعد یکی یا دو تا کاری رو انجام بدیم که فقط سود دیگران درش باشه، یعنی هیچ نتیجهش رو فکر نکنیم، اصلا برامون مهم نباشه نتیجهش، تا جایی که میتونیم به این فکر کنیم که چطوری سود به دیگران میرسه. و خب این ترسناکه دیگه، من چرا باید کاری کنم و به نتیجهش فکر نکنم؟ خب این خیلی بده. ولی خب از یه سمت میگه آقا من راهو میدونم چیه، تفکرم سالم هست و با توجه به برداشت های مختلفی که از زندگی میتونم داشته باشم میام تصمیم میگیرم و بهترین خودم رو در یک کار برای یکی دیگه انجام میدم. حالا میتونی یک کلیپی باشه که برای دیگری میفرستی، مثلا یک کلیپ خنده‌دار برای یکی میفرستی، یا سودت چیه؟ تو سودی نداری تو این ماجرا، تو صرفا فقط داری یه چیزی رو میفرستی برای یکی که میتونه خیلی کمک کننده اون طرف باشه، یا یه کلیپ آموزش، یا همین کلیپ های 12 قدمی وقت میذاری برای یکی میفرستی، یا یکی میاد میگه آقا من کلا بحث مثلا کارهای نشر تو رو برعهده میام، کلا نشر میدم کاراتو که برای این اون خدمت، مثلا میگه در طول هفته 2 ساعت اینو وقت میذارم. میدونی چیه؟ هر چیزی میتونه باشه. حالا من مثلا یه چیزایی گفتم که واقعی باشه، ولی ممکنه هر نظر و فکری باشه که یکی میاد اونطوری، یکی میاد اینطوری، و هر کسی یه طور راه رو پیدا میکنه و یه طوری جلو میره. بچه ها میان میکروفونشون هم روشن میذارن، خاموش نمیکنن. خب حالا ما میخوایم یاد بگیریم مطمئن بشیم از خودمون که آقا وقتی من رنجش هام رو کنار گذاشتم، خشمم رو کنار گذاشتم، نگرانی ترسم رو کنار گذاشتم، برچسب زدن و قضاوت کردن رو کنار گذاشتم، آیا باز هم حاضرم در راهی قدم بذارم که میدونم خواست خداست، یعنی من سودی توش نمیبرم؟ درباره این میخوام صحبت کنیم. میخوام بهتون بگم آقا یعنی ترس همینجا شروع میشه که چرا من باید به سود خودم فکر نکنم. در خیلی از اتفاقا فکر میکنی، گفتم در طول هفته 2 تا کار انجام بده و به سود خودت فکر نکن، اصلا میگم من این کارو برای سود دیگری میکنم، و واقعا وقت بذار براش اون 2 ساعتو، انگار یک کارفرمای بالا سرت هست به اسم خدا که برای اون تمام وقتتو میخوای بذاری. من میخوام نعمت بیاد بالا و نعمت درباره موضوع صحبت کنه. نعمت بیاد. در واقع اتفاق زیاد میفته برای من، یه اتفاق زیاد میفته که من کارهای انجام میدم، یعنی دوست دارم، یعنی سالوان حالم رو خوب میکنه و برای من کلن یه بهترین تفریحه که من بخوام کار یه شخص دیگه یا برای بدون چشم داشت، بدون اینه که نتیجه آیا این شخص از من تشکر میکنه، آیا یه روزی نمیدونم بدون این که من این تفکر که روزی به من نتیجهش برمیگرده یا همچین چیزایی، من یعنی این واقعا حال من، یه چیزهایی که زندگی منو امروزه ارزشمند کرده هم خدمت کردنه، یعنی صادقانه گاهن من به خاطر این من محکوم میشم، مخصوصا تو خونه خانواده خودم، یعنی اصلا خانواده میگن تو چقدر برای چی، ولی من این کار دوست دارم، یعنی واقعا یه جزء از زندگی منه، من نمیگم اشتباه نمی کنم، خودخواهی نمی کنم، این هم یه جزئی از زندگی منه، در کنار اینی که گاهی مثلا راه هم اشتباه میرم خودخواهی می کنم، گاهی برای نفع خودم زیاد کار می کنم بعضی کارها رو، ولی یه جایی واقعا بدون چشم داشته، بدون اینی که اصلا من به نتیجهش و می دونم راه درست کار درست بدون نتیجه هم نمی مونه، این هم مطمئنم، و این برای همون صاحب کار خودم یا برای خدمت به خلق به هر چه طریقی کارهای رو انجام میدم. تو برای انسانش کار انجام میدی، سر ما به تو به ازای اون خدمتت به تو از تو تشکر میکنه در قضای حالا مثلا با پول، تو توقع داری خدا نبینه انجام نده، یعنی از انسانش بدتره؟ بابا به خدا، خدا خفنتره، خیلی باحالتره، زودترم میذاره تو کاست، یعنی نتیجه رو نمیخوام بگم کارما هست، چون ما اعتقاد داریم 12 قدمی باشه کارما رو رد میکنی، کارما رو اصلا بحثش وسط نمیکشم، من فقط دارم میگم که خدایی هست که این خدا یک دیدگاه جذاب و زیبایی داره، و تو خیلی وقتا نگران آینده ای، ترس از خیلی چیزا رو داری، در صورتی که بدون ترس
بری جلو و خیلی کارا رو انجام بدی، میبینی آقا نتیجه از چیزی که تو فکر میکردی بهتر شد. یعنی طوری بهت بگم که نتیجه اصلا نمیتونستی به اون نتیجه برسی هر کاری که میکردی جز این مسیری که خدا برات گفته. حالا من میخوام با کمک همدیگه یواش یواش این دیدگاهمون رو نسبت به حالا اینکه من باید حتما به نتیجه برسم یکم کم رنگ تر کنیم، شاید بتونیم نتیجه های جالب تری رو بهش برسیم. شاید اگر این ترس کنار بره و لیست ترسمون کامل بشه، بتونیم اتفاقهای زیبایی رو برای زندگیمون رقم بزنیم که خدا برای ما همونو خواسته. خب خانم مریم، شما نظرت چیه درباره سوالی که کردیم؟ بیا بالا مجدد یکم دیگه صحبت کنیم. خب برای من بارها پیش اومده که واقعا بدون جایی بوده که بدون در نظر گرفتن نتیجه یه کاری رو انجام دادم، یه خدمتی رو انجام دادم و حالا خیلی وقتا یعنی دنبال نتیجه بودم، اینو دیگه با خودم صادقم، خب دنبال نتیجه بودم، انتظار نتیجه هم داشتم، ولی خیلی وقتا هم بوده که واقعا نتیجه انتظار نداشتن، نمیخواستم حتما حالا این خدمته که انجام دادن در قبالش برام یه نتیجهی داشته باشه. بله شده، منم اینجوری انجام دادم، دنبال نتیجهش هم نبودم، گرچه حالا نتیجهش هم ناخودآگاه یه حال خوبی با آدم دست میده دیگه، نتیجهش هم میشه همون حال خوب. بله من میخوام شما رو متوجه کنم که چقدر جذاب میشه اگر کل زندگی رو بر مبنای این بذاری که همش بخواد خدمت باشه. یعنی تو اصلا نگران پول نیستی، نبود پول، نگران کمبود پول نیستی، نگران بیتوجهی خانواده نیستی، نگران هیچ چیز دیگه نیستی، چون تو خودت رو وقف کردی برای دیگران، برای اتفاقات، برای رشد، برای هر موضوع دیگه، و این موضوع داره تو رو رشدت میده به سمت بالندگی، به سمت درخشیدن، بدون اینکه تو بخوای برنامه بریزی خودش داره اتفاق میفته. یا مثل ماجرایی که خب خیلی خیلی جذابه که تو داری یه کاریو میکنی، میدونی نیتت چیه، میدونی دلیلت چیه، ولی کلماتتو نچیندی، شروع میکنی صحبت کردن و این کلام خود به خود چیده میشه، خود به خود آماده میشه، خود به خود رشد میکنه و ناخودآگاه کلامی رو استفاده میکنی، صحبتهایی رو استفاده میکنی که اون طرف یا اون طرفین یا اون اعضا یا اون گروه یا اون تشکل یا اون انجمن رو به تغییر وامی داری. برات سوال میشه که چقدر جالب، چه کاری کردم. میخوام نمیم چه چیزی رو تجربه داشتی؟ از خانم مریم شروع میکنی، صحبتی که خدا در دهانت گذاشته رو بگو، بگو چه وقتی این اتفاق افتاد. خب من این هفته یعنی از روز شنبه خدمت رو از خودم شروع کردم، یعنی حالا اعتقادم هم بر این گذاشتم که وقتی خودم حالا از همه نظر سالم نباشم، نمیتونم حالا به اعضای خانواده، اطرافیان، حالا دورتر، دوست، بقیه خدمت کنم. به خاطر همین امروز این هفته اولین خدمت رو برای خودم انجام دادم. خب من همیشه حالا مدتی بود اون هوشیاری نسبت به حالا جسم و روح و روان خودم رو کامل فراموش کرده بودم، یعنی مدت ها بود که با یه سردرد من درگیر بودم، اونم میمودم با یه مسکینی آروم میشد، بعد میرسیدم به کارم و اینا. حالا از لحاظ خلقیات و اینا وقتی این هفته مرور کردم، دیدم همش برمیگشت به تغذیه، یعنی به اصلاح مزاج. یعنی من یه کار مهمی که باید نسبت به خودم انجام میدادم که میشد خدمت به خودم و کلا فراموش کرده بودم، این اصلاح مزاج. نمیدونسته که یعنی میدونستم که تأثیر داره، ولی کلا فراموش کرده بودم که اینو انجام بدم. وقتی اینو این هفته روی این اصلاح مزاج که حالا یه رو خدمت به خودم دونستم، وقتی انجام دادم، وقتی اون غذاهایی که حالا مزاجمو شناختم، اصلاح مزاج
کردم تو تغذیه، مثلا حالا یه سری ایراداتش رو برطرف کردم اینا. این هفته اون ترسمو گذاشتم کنار، یعنی روز شنبه گفتم وای اگه امروز مثلا این قرص سردرده نخورم سردرد کلافم میکنه، اصلا میتونم به بچه هم برسم، ولی گذاشتم کنار، روز اذیت شدم. اما قشنگ متوجه شدم که با یه اصلاح تغذیه میتونستم من این مدت این قرصا رو اصلا به خود خودم ندم، اون اعصاب خردی رو نکشم، اون حالا نوسانات خلقی خیلی من تجربه کردم، همشم برای رو مزاج و اینا بوده، اینا رو کلا انجام دادم. این هفته خیلی از لحاظ خلق و خو و اینا خیلی آرامش داشتن، خیلی بهتر بودن، یعنی شاید 180 درجه قطعا بهتر بودم از ماهای گذشته و اینا. بعد اعتقادم بر این گذاشتم که خدمت رو اول از خودم شروع کنم و موفقم بودم، یعنی عمل کردم در مورد حالا اطرافیان، یعنی بازخوردش این بود که همشون گفتن حالا این هفته چقدر خوب بودی، امروز چقدر خوب بودی، خیلی فرق داشتی اینا. همین. خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود خانم مریم، ممنون که ما رو شریک کردید. آقای نعمت بگو برای من ببینم از این خدمت کردن چی نصیبت شده، چی عایدت شده، با هم گپ بزنیم. اولین چیزی که از این خدمت من همیشه عایدم میشه اینه که حال و احساس خوب دارم، احساس اول مفید بودن میکنم، احساس میکنم ارزش دارم و اینه که میتونم مفید باشم، یعنی برای یه شخصی مفید واقع بشم، یه کاری انجام بدم. این خیلی حس خوبی در من ایجاد میکنه و به من یه انرژی بیشتری میده با این دیدگاه، با این تفکر. و وقتی که میبینم یه فرد، یه شخص خوشحال از اینکه کارش را افتاده و راضی هست، انگار به من انرژی میدن. حالا چه تشکر کرد چه نکرد ایش چیزی مهم نیست، ولی وقتی من میبینم، خودم میدونم که یه کار برای یه شخص انجام میدم، به هر طریقی مشکلش رو حل میکنم، این حال خودم خوب میکنه. و اینو دارم یواش یواش سعی میکنم که نه با گفتار، نه با خدا نکرده نصیحت، با عمل، یعنی حالا با تغییر خودم سعی کنم حالا اطرافیانم اینو بتونن، حالا تو خانواده جای دیگه شاید تغییر کنن. و نه اینی که خدا من بخوام دنبال تغییر بقیه باشم. من گفتم خدمت شما جلوتر عرض کردم، گاهان من شاید افراطی هم خدمت بکنم، یه وقتایی که خانواده مثلا از دست من آسی هم میشن، گاهی به من اعتراض هم میکنن. همین دیگه. بسیار عالی، مرسی نعمت جان، خیلی خوب بودش. آقای محمد خان محمدی که بسیار پیگیر 12 قدمی، بیا بالا ببینم چی داری برای گفتن، ما بشنویم صدا تو. آقای محمدی خب نیستن، ایشون کاری نداریم باشون. بچه تا اینجا درکامون با هم قشنگه، فقط لطفا از این ترس بیاید بیرون، یه جاهایی که نمیدونی چه حرفی بزنی به این فکر نکن که چرا نمیدونی چه حرفی بزنی، به این فکر کن که نیتت چیه. یعنی اگر میبینی که کاری میخوای انجام بدی، نگرانی ها سمتت میاد، به این فکر کن که نیتت چی بوده از اون کار. میخواستی خودخواهی کنی؟ اوکی. وقتی میخوای خودخواهی کنی و سود خودت فقط در نظر گرفته میشه، بدون که تو در جایگاهی هستی که داری اشتباه تصمیم میگیری و برای همین هم ترس میاد سمتت، و درست هم هست، ترس به موقع است. یعنی ترسیه که به تو نشون میده آقا تو خودخواهی. خب خیلی خوبه، خدا خیلی آپشن قشنگی رو ما گذاشته که به ما ترس داده و ما باعث شده که از این ترس درس بگیریم که من کجا میترسم و کجا نمیترسم و مطمئن قدم برمیدارم. ولی یه جاهایی هست تو میخوای خداخواهانه یک اقدامی رو بکنی و میترسی،
این ماجرا داره. بچه ها این ترس رو من دارم میگم از خودتون دور کنید. ترس از این که من برای خدا میخوام میکاری بکنم و هیچ سودی برای من این موضوع نداره و میترسم اون کار رو انجام بدم، دفعه اوله، دفعه دوم، دفعه سوم، یه مدت که این کار رو انجام بدی این ترس از بین میره. ترس از اینه که مردم قضاوتم کنن، ترس از اینه که باید بگن این آدم چقدر ظاهر سازه و چقدر فلانه، چقدر بیساره. و این موضوع صحبت من اینجاست که همینجا باید ترس رو دفن کنی. وقتی تو خودخواهی باید بترسی، چون ترس به تو یاد میده که خودخواهی رو بذاری کنار و خداخواه باشی. ولی وقتی که خداخواهی و میترسی، بدون چون تا حالا خداخواهی نکردی اینطوره، چون تا حالا خدمت گذاری نکردی اینطوره، دو بار سه بار در هفته انجام بدی و عادت کنی به این شرایط، دیگه کم کم از این حالت خداخواهانه دور میشی، خودخواهانه دور میشی و کم کم نزدیک میشی به خواست چیزی که پروردگارت برات گذاشته و کم کم دعای قدم سه میتونه در زندگیت اثر خودش رو داشته باشه. به نظرم سوالی اگر دارید بپرسید، اگر نه که جلسه امروز رو که یک دوره مفید بود بر عمق ترس ها و عشق ها، خودخواهی ها و خداخواهی ها، سود ها و ضرر ها، انتخاب ها و اینکه ما نتیجه بگیریم نگیریم و خلاصه ای بود از این موضوع ها، ازتون خواهش میکنم اگر سوالی هست لطفا بپرسید، من گوش شنوا دارم برای حرفاتون. اگرم نیست که خب یک نعمت جان لطف کنن دعای قدم سه رو بخونن برامون و این جلسه هم به پایان برسه. ببخشید دعای قدم سه یا هفت رو بخون؟ نه سه رو بخون. اوکی. پروردگارا خود را تقدیم تو می دارم، با من کن و از من ساز آنچه خود اراده کنی، از اسارت نفس رهایم کن تا انجام ارادت را بهتر توانم، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد، برای کسانی که قدرت تو، عشق تو و راه تو یاریشان خواهند داد، باشد که همیشه بر ارادت گردن نهم. آمین. آمین. مرسی، ممنون. بچه ها دمتون گرم، خیلی خوشحالم هستید، امیدوارم تنتون این هفته سلامت باشه. به من یه قول بدید که این هفته نترسید و یک کاری که به خدمتگذاری ربط میشه و به این ربط پیدا میکنه که سودتون رو در نظر نگیرید رو انجام بدید و برای من تو آخر هفته بیایید و تعریف کنید که چه شد، چطور شد، ترسیدید، نترسیدید و این ترس رو چجوری دفع کردید. دمتون گرم، خیلی خوشحال شدم از آشناییتون، امیدوارم که همیشه تنتون سلامت باشه و همیشه ببینمتون. شبتون خوش باشه.